مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده برای شرکت در نشست کشورهای عضو آسان در سنگاپور حضور دارد یکی از اهداف عمده این سفر تاکید بر تعهد دولت پرزیدنت ترامپ برای حفظ آزادی دریانوردی و هوانوردی منطقه اقیانوس آرام و هند است رهبران کشورهای منطقه امیدوارند که واشنگتن با اقدامات موثر جلوی بست و گسترش نفوذ چین را در این منطقه بگیرد گزارشی از فرهاد پولادی آقای پنس در حاشیه اجلاس کشورهای عضو پیمان آسان و در دیدارش با نارندرا مودی نخست وزیر هند بر اراره راسخ واشینگتن در حفظ آزادی دریا و هوانوردی در منطقه آسیا و اقیانوس آرام تأکید کرد آزمایش دریایی اخیر که نیروهای ما ژاپن و هند در آن شرکت داشتند تعهد مشترکمان به تضمین دسترسی آزاد دریایی در منطقه را نشان میدهد آمریکا از رهبری شما در زمینه ارائه نیروی دفاعی بسیار قدردان است در مذاکراتمان ما شما را در آخرین روند آریسازی شبه جزیره کره از تسلیحات اتمی قرار خواهیم داد و از حمایت شدید هند از کمپین فشار حداکثری بر پیونگیانگ سپاس گذاریم معاون رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با آنگ سان سوچی رهبر دیفاکتو میانمار از آنچه بر اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار گذشته انتقاد کرد من مشتاقانه میخواهم در جریان آخرین وضعیت اقلیت روهینگیا قرار گیرم آنچه بر آنها گذشت تراژدی بود که میلیون ها آمریکایی را متاثر کرد برای خشونت و آزار و اذیتی که منجر به بیرون راندن 700 هزار روهینگیایی توسط سربازان و عناصر خود سر شد هیچ توجیهی وجود ندارد وزارت خارجه آمریکا در گزارش اخراج این اقلیت از میانمار را پاکسازی قومی نامیده است آقای پنس همچنین نزد بازش دو خبرنگار رویترز در میامار به در انتقاد کرد. ما در آمریکا به نهادهای جامعه دموکراتیک مانند وجود رسانه های مستقل و آزاد ایمان داریم. بازداشت و زندانی کردن دو روزنامه نگار در کشورتان خبر بسیار بدی برای میلیون ها آمریکایی بود. خانم سوچی در این دیدار گفت که کشورش تلاش خواهد کرد آنچه را رخ داده برای جهانیان توضیح دهد. ده آقای پنس که به نیابت از پرزیدنت ترامپ در این اجلاس شرکت کرده همچنین دیدارهایی با نخست وزیر ویتنام و رئیس جمهوری اندونزی داشت قرار است آقای پنس در اجلاس کشورهای اپک نیز که طی روزهای آتی برگزار می شود ریاست هیئت آمریکایی را بر عهده داشته باشد فرهاد پولادی صدا آمریکا